از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند. آدم مرده رو وقتی که روح عشق در او بدمند زنده می کنند. مرده نه مرده جسمانی، حتی در مرده های جسمانی هم بعید نیست اعتقاد امثال مولوی همین باشه، ولی وصف الحال خود او مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. میگه ما به شمس که رسیدیم یه آدم مرده بودیم، زنده شدیم دیگه، از محبت بود. از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. اونایی که میخوان دیگران رو عوض بکنند این رو بدانند که هیچ راهی وجود ندارد جز این که از طریق دمیدن یک روح محبتی شخصیت اونها رو دگرگون بکنند. هر جا که یک چنین رشته مودتی برقرار شد در آنجا انتظار ثمره میتوان داشت. با آدمی به زبان محبت باید سخن گفت و با رشته مودت باید پیوند برقرار کرد. چیزهای دیگه همه زوال پذیرن، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اون یکی ویران نمیشه. حقیقت این است که اگر ما تفکر دینی خودمون رو به تفکر عرفانی عجین نکنیم، اگر مردم دیندار ما از دین فقط احکام و اوامر و نواهی بفهمند، هیچ ذره بویی از محبت الهی به مشام جانشون نرسیده باشه. یک چنین دینداری در جوانها در پیرها امریست به غایت تلخ، به غایت زوال پذیر، تهدید پذیر و متزلزل. اما اگر عجین شد با محبت با عرفان، اون موقع ماندگار است. شما اگر میبینید که در طول تاریخ در فرهنگ ما و در فرهنگ‌های دیگر دینی باقی مانده است، بدانید که این مدیون نه مساعی فقیهان که مدیون مساعی عارفان است. غیر از بنای محبت هر بنای دیگری که شما بکنید بدانید که خلل پذیر است. با امر و نهی تنها و صادر کردن احکام فقهی دینی پایدار نمی‌ماند. اون چه که میتواند زیر بنای استواری باشد آن است که شما اون نظامات فقهی رو بر یک اساس محبتی و عاشقانه بنا کنید. بنده تجربه شخصی این است، کسانی جوانهایی که از بدل تربیت خودشون در دامن آدمیان عاشقی، محبی، عارفی پرورده شده اند، اینا وقتی که در طوفان مشکلات زندگی عقیدتی و روحی قرار گرفتن، ثبات قدمشون بسیار بیشتر بوده است از کسانی که از ابتدای زندگی دینداریشون فقط در یک رشته آداب و اعمال خشک خلاصه می شده است. اینها خیلی زودتر آماده بودند تا به اون چه که داشتن پشت بکنند و بیمهری بورزند و از دست دادن اونها هم غمی نخورند. ولی وقتی که این رابطه مودتی برقرار شده بود، یعنی همون چیزی که دینداری رو در طی این تاریخ بلند ما حقیقتاً حفظ کرده است، یک حفظ کردن طبیعی پیدا شده بود، و وقتی که غمی نبود در این کشور میموندن، در کشور دیگر میرفتن، هر جا که بودن این چراغ در دلشون روشن بود و به نور او راه خودشون رو میدیدن. گاهی پرفروخت